مخاطبین عزیز حاشیه نیوز سلام، به یه برنامه دیگه از نظام کرین رسانه فارسی زبان یوتیوب خوش اومدید. نبرد اوکراین عرصه بود که در اون تجهیزات ایرانی زیادی قدرت نمایی کردن و اتهامات زیادی هم مازاد بر همه چیز علیه ایران صورت گرفت و خلاصه در این میدون نبرد یکی از موثرترین مؤلفه های میدان بود. اما یه چیز خیلی جالب که در این میدان جدیدن مشاهده شده، پهپاد انتحاری اوکراینی هستش که خیلی شبیه به پهپاد آرش ایرانیه و معلوم نیستش که کپی این تکنولوژی ایرانیه یا اینکه مهندسی معکوس شده این پرنده خطرناک ایرانیه. با ما تا پایان همراه باشید تا در مورد این تجهیزات و پهپادهای ایرانی که در این میدون خود نمایی کردن بیشتر براتون بگیم. و اگه تا حالا به جمع ما نیومده بودید، کلید لایک و سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. از ماه سپتامبر گذشته تا حالا روسیه صدها قبض مهمات پرس زنی ایران را علیه شبکه‌های برق اوکراین به کار گرفته. تهران پهپادهایی به مراتب سریع‌تر و مرگبارتر و همچنین موشک‌های بالستیک برد کوتاه هم داره که ممکنه بعد از اکتبر آینده در اختیار روسیه قرار بده. یعنی وقتی که محدودیت کلیدی قطعنامه 2015 شورای امنیت برداشته میشه، ایران را از صادرات موشک منع می‌کنه. توی ماه دسامبر وبسایت آکسیوس گزارش داده که ایران در نظر داره برد و حجم انفجاری موشک‌های بالستیک برد کوتاه خودش رو که برای روسیه ارسال می‌کنه کاهش بده تا ناقض قطعنامه 2230 که شورای امنیت نباشه، که ایران رو تا اکتبر 2023 از صادرات پهپادها و موشک‌های با برد بیش از 300 کیلومتر و کلاهک انفجاری بیش از 500 کیلوگرم منع بکنه. اگه ایران این قطعنامه را نقض بکنه، میتونه به فعال شدن سازوکار ماشه ختم بشه. این قطعنامه در سال 2015 و به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای برجام صادر شده. در چهارچوب این قطعنامه ممنوعیت واردات و صادرات تسلیحاتی متعارف ایران در اکتبر 2020 برداشته شده. تهران از اون زمان صدها قبض مهمات پرس زن و عمدتاً هم مدل شاهد 136 رو به روسیه ارسال کرده و انتظار میره که در برابر اون جنگنده‌های سوخو-35 روسی رو امسال دریافت بکنه. با این حال روشن نیست که ایران تا به اینجای کار موشک‌های بالستیک برد کوتاه یا پهپادهای برد بلندتری مثل آرش 2 رو به روسیه داده یا نه. گزارش‌ها میگن که تهران در نظر داره تا موشک بالستیک برد کوتاه فاتح 110 رو اصلاح بکنه، موشکی که میتونه اهدافی در فاصله 300 کیلومتری رو بزنه. هدف این هستش که اطمینان حاصل بشه که قطعنامه 2231 رو نقض نخواهند کرد. ایران همچنین ارسال موشک‌های بالستیک برد کوتاه ذوالفقار رو رد کرده که بردی 700 کیلومتری دارن. حجم بالایی از این جنگ‌افزارها میتونه روسیه رو احتمالاً قادر بکنه که ویرانگری سازمان یافته شبکه‌های برق و زیرساخت‌های اوکراینی رو ادامه یا حتی گسترش بده. یه تحلیلگر دفاعی و امنیتی و عضو پیوسته مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک میگه که مثل خیلی از اروپایی‌ها بر این باوره که ایران پاراگراف 4 ضمیمه ب قطعنامه 2231 رو با ارسال پهپادهای حتی موشک‌های کروز به روسیه که بردی بیش از 300 کیلومتر دارن نقض کرده. اما زیر فشار بین‌المللی تهران شاید درباره ارسال موشک‌های بالستیک روی کرده دیگه رو در پیش گرفته باشه و اگه ایران قبل از این انواعی از موشک‌های بالستیک برد کوتاه رو در اختیار روسیه قرار داده باشه، چه بسا از روسیه خواسته که از اونها در بردی فراتر از 300 کیلومتر استفاده نکنه یا استفاده از فاتح 110 رو هم محدود بکنه که بردی بیش از 300 کیلومتر نداره. تا به اینجا شاهد به کارگیری هیچ موشک بالستیک برد کوتاه ساخت ایران توسط روسیه نبودیم. با این همه، این کارشناس همچنین پیش بینی میکنه که پهپادی با ظرفیت انفجاری بیشتر مثل آرش 2 دیر یا زود به فراز آسمان اوکراین ظاهر میشه. او میگه که به نظرم غرب میتونست فرایند ماشه رو کلید بزنه. ظاهرا اراده سیاسی چندانی برای این کار وجود نداره. آنتوان مارداسوف، تحلیلگر مستقل روسی و استاد غیر مقیم مؤسسه خاورمیانه، یادآور میشه که به کارگیری بدنام کننده شاهد 136 علیه اوکراین احتمالاً به این معنی هستش که تحویل موشک‌ها حتی بعد از اکتبر 2023 هم منجر به تنش‌های واقعی میشه. مخفی‌کاری در این زمینه هم خیلی سخته. نهادهای اطلاعاتی اوکراین و بقیه ناظران بیگمان کشف هر باقی مانده از این سلاح‌ها در میدون جنگ رو که نشانی از ایران داشته باشه افشا می‌کنه. به گفته مارداسوف، موشک‌های ایران رو به احتمال زیاد نمیشه به برخوردهای روسی به کار گرفت و سامانه‌های ایران رو هم خیلی سخت بشه از دید ماهواره‌ها پنهان کرد. او میگه که از این گذشته این یک قرارداد گرون خواهد بود که روسیه رو بیشتر به ایران وابسته می‌کنه. او همچنین میگه که به نظرم گزینه حداکثری هستش که شرکت‌های دفاعی ایران قطعاتی رو برای تولید سریع‌تر موشک در اختیار روسیه قرار بدن.
فکر میکنم این کاری هستش که حالا انجام میشه. تداوم ارسال پهپادها هم امکان پذیره، چرا که شرکت‌های روسی ظاهراً کار ساخت تجهیزاتی با قطعات ایرانی رو در خاک خودشون شروع کردن. ماها این گمان زنی وجود داشت که روسیه مقادیر بزرگی از جنگ‌افزارهای زمین به زمین رو از ایران دریافت میکنه، چرا که بیشتر ذخیره‌های موشکیش رو استفاده کرده. با این حال درست در آستانه سال نو میلادی روسیه یکی از بزرگترین بارش‌های موشکیش رو از زمان جنگ به سر اوکراین ریخت. مارداسوف به این ادعا خیلی بدبینه که ذخیره موشک‌های پیشرفته و مهمات نقطه زن روسی رو به کاهش باشه. مارداسوف میگه که همه برآوردهای رسانه‌ای درباره ذخیره مهمات نقطه زن بی‌معنی و خطرپذیره، چرا که چنین ذخیره‌هایی در زمره اسرار نظامی به شمار میره. برای دست پیدا کردن به یک برآورد دست کم ضرورت داره که داده‌های زیادی رو در اختیار داشته باشیم. شمار تجهیزات الکترونیکی موجود، حجم تولید موشک‌های زمینی، هوایی، دریایی و در زمان صلح و حجم کنونی تولید موشک‌ها در شرایطی که پرسنل کارخانه‌ها چند شیفت کار می‌کنن و داده‌هایی از این قبیل. او همچنین میگه که ضد اطلاعات ارتش روسیه پیوسته تلاش می‌کنه که دشمن رو گیج بکنه و بعضی از داده‌هایی رو منتشر می‌کنه که با اهداف کرملین سازگار نیست. بنابراین چنین داده‌هایی در زمره اطلاعات راهبردی هستند، چرا که حامل‌های مهمات نقطه زن باید در جهات دیگه هم به کار گرفته بشه، حتی اگه تهدید جنگ در اون نقاط خیلی هم نامحتمل باشه. روشنه که روسیه موشک‌های ایران رو در این جهات به کار نمی‌گیره. همچنین روشنه که روسیه ذخایری از موشک‌ها رو برای شرایط اضطراری در بقیه جاها در اختیار داره. مارداسوف همچنین میگه که باز هم حتی بر پایه برآورد تحلیلگران روسی که جسارت کرد و شمار موشک‌های کروز یا نیمه بالستیک عملیاتی رو افشا می‌کنن، سنجش حجم تولید 100 تا 150 موشک در سال هم نادرسته. محاسبات اونها دست پایینه و حتی با اطلاعات رسمی هم نمی‌خونه، یعنی با اطلاعاتی که سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در اوج جنگ سوریه افشا کرد. مجتمع صنایع نظامی روسیه که در گذشته با کمبود بودجه روبرو بود، حالا سفارش‌های بزرگی داره و ظرفیتشون به اونها امکان میده تا ده‌ها یا صدها موشک تولید بکنه. رسانه‌های اوکراینی اخیراً یه ویدیوی کوتاه از آزمایش یک فرمان پهپاد انتحاری منتشر کردند. نکته جالب توجه این ویدیو ظاهر، ابعاد و چگونگی پرتاب این پهپاد که کاملاً به پهپاد انتحاری آرش 2 که توسط ایران ساخته شده شباهت داره. بعد از انتشار این ویدیو، بعضی از تحلیلگران غربی ادعا کردند که تهران بعد از فروش پهپاد به مسکو برای حفظ تعادل و جلوگیری از افزایش تنش‌ها در روابط با کیف، به طور مخفیانه با فروش پهپادهای خودش به اوکراین موافقت کرده. اما این ادعا دور از واقعیت بوده و علارغم شباهت‌های موجود، میشه گفت این پهپاد تنها حاصل کپی و طراحی موفق ظاهری از نمونه پهپاد انتحاری آرش 2 هستش. اطلاعاتی در خصوص مشخصات این پهپاد اعلام نشده، اما به نظر میرسه این پهپاد بر پایه پهپاد RZ-60 ساخته شده، توسط شرکت رمسای اوکراین طراحی و تولید شده. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشی نیوز رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یارو نگهدارتون.